کودکانی که در میانه جنگ و آوارگی چشم به دنیا باز کردند و زندگی فقط تلاش برای یافتن پناه و امنیت را تجربه می کنند. بر اساس گزارش یونیسف، حدود 47% از 5,700,000 پناهنده ثبت نام شده در مصر، عراق، اردن، لبنان و ترکیه کودک هستند. ترکیه کشوریه که بیشترین تعداد پناهجوی سوری تحت حمایت بین المللی در اون زندگی می کنند. بر اساس آمار رسمی، بیش از 400,000 کودک پناهنده در این کشور هنوز به آموزش دسترسی ندارند. اونچه که در ماه‌های پایانی سال 2021 توجه‌ها رو به سمت کودکان آواره جلب کرد، عکسی بود که با نمایش رنج و امید یک پدر و پسر پناهجوی سوری در ترکیه موفق به کسب جایزه بین‌المللی عکس سی‌ان شد. پدر در سال 2016 در حالی که در بازار ادلب راه می‌رفته با انفجار بمب پای راست خودش رو از دست میده و برای درمان به ترکیه منتقل میشه. تنفس گاز سارین در دوران بارداری همسرش هم باعث میشه که مصطفی بدون دست و پا به دنیا بیاد. بازتاب گسترده ی عکس مصطفی و پدرش کمک کرده تا کمی از مشکلات اونها برطرف بشه. وبسایت فرانس اینفو گزارش داده که در یک کارزار جمع‌آوری پول آنلاین 80,000 یورو برای تهیه پروتز جمع‌آوری شده و یک کلینیک تخصصی در ایتالیا هم مسئولیت درمان اونها رو بر عهده گرفته. اما این عکس به عنوان روایت روی دیگر جنگ و خشونتی که بر مردمان این منطقه رفته ثبت شده. یه تبعیدی قسمتی از وجودش رو تو وطن مادری رها میکنه. تو این عکس این استعاره با گوشت و استخون و معنی تام کلمه به تصویر کشیده شده. چیزی که این عکس رو تو مقایسه با هزاران عکس در مورد مهاجرت متفاوت میکنه همینه. یونیسف پس از گذشت 11 سال از تنش‌های سوریه، بحران پناهجویان و آوارگان این کشور رو بزرگترین بحران جهانی اعلام کرده و در گزارش این نهاد اومده که در سال 2022 برای پاسخگویی به فوری‌ترین نیازهای پناهندگان سوری و جوامع آسیب‌پذیر میزبان به 910 میلیون دلار آمریکا نیاز داره. برخی رسانه‌ها تعداد پناهجویان در ترکیه رو حدود 10 میلیون نفر اعلام کردند. این تراکم جمعیت پناهجویان هم مشکلات زیادی رو برای اونها در ترکیه ایجاد کرده. در این بین یکی از سیاست‌های دولت اردوغان برای رفع این مشکل تشویق پناهجویان برای بازگشت داوطلبانه به کشورشونه. این در حالیه که دیدبان حقوق بشر گزارش داده که 10 نفر از آوارگان پس از بازگشت به سوریه از سوی مقامات یا شبه نظامیان طرفدار دولت اسد مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. حالا در هفته‌های اخیر با قدرت گرفتن طالبان بر تعداد پناهجویان افغان در ترکیه هم افزوده شده. پناهجویانی که برای رسیدن به یک زندگی شایسته چاره‌ای جز عبور از خاک ترکیه ندارند و برای بیشتر اونها این کشور شبیه به بن‌بستیه که خروج از اون شبیه به یک معجزه است. فریزیا ثابتی، آنکارا.